کمیته مادران عزادار ایران متشکل از مادرانی که و کسایی که سیمپاتایز میکنن با این جریان اینها مادرایی هستن که عزیزان خودشون رو در وقایع بعد از انتخابات رئیس ریاست جمهوری در ایران در خرداد امسال یا گم کردن یا از دست دادن یا اینکه در زندان ها به سر میبرن. این مادران در لباس سیاه هر شنبه ساعت 7 تا 8 در پارک های تهران جمع میشن و میخوان که زندانی های سیاسی بعد از این پرزیدنشل الیکشنز ایران انتخابات آزاد بشن و در ضمن میخوان که مجازات بشن و شناسایی بشن کسایی که دستورات شلیک دادن یا دستور زندانی شدن این بچه ها رو دادن، چون این بچه ها هیچ گناهی رو مرتکب نشده بودن غیر از اینکه برای کاندید ریاست جمهوری دلخواه خودشون و به طرز کاملا قانونی و مسالمت آمیز در خیابون ها تظاهرات داشته باشن و کمپین داشته باشن و اینها اقداماتی بوده که نه از نظر قانونی اشکالی داشته و نباید این اتفاقات می افتاد. بله، این همبستگی که ما اینجا داریم اینه که ما هم سعی کردیم روزهای شنبه در همین ساعت اینجا جمع بشیم، یعنی در ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر LA تایم اینجا جمع بشیم که همبستگی خودمون رو با مادران ایران در تهران، اصفهان، رشت، شهرهای دیگه‌ای که الان هستش این گرد همایی برگزار میشه اعلام بکنیم و همچنین در سراسر شهرهای دیگه در اروپا و جاهای دیگه امریکا مثل سان دیگو، سان فرانسیسکو، برکلی. و ما هممون هدفمون اینه که این صدا رو هرچه بیشتر قوت بدیم و بدونیم که مردم عادی هم بدونن که این اتفاقاتی که در ایران افتاده اتفاقات ناگواری بوده و مادرانی هستن که الان عزادار شدن و یا نمیدونن، بیخبرن از سرنوشت بچه هاشون و این نه انسانیه نه قانونیه و نه کاریه که به هیچ انسان آزاده ای ازش حمایت بکنه. بنابراین ما میخواییم که انسانهای آزاده، آدمهای شهروندان شهرهایی که ما توش زندگی میکنیم به این موضوع حساس بشن مثل ما و بدونن که این مادرها دنبال حقیقت هستن و میخوان فقط مجازات کسایی که به ناحق خون بچه هاشون رو ریخته. به اینجا اومدیم تا با مادران داغدار ایرانی که فرزندانشون رو در جریان جنبش سبز اصلاح طلبی از دست دادن همدردی کنیم و همبستگی اعلام کنیم و در این حال من حامل پیامی هستم از گروهی به نام گفتگوی سبز ادیان بین ادیان، گروه گفتگوی سبز بین ادیان که برای حمایت از جنبش سبز در مراکز کلیساها، معابد زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان و دیگر اقلیت‌های مذهبی مراسم دعا و نیایش برگزار می‌کنند برای پیروزی مردم ایران و برای اینکه مردم ایران موفق بشن که حقوق مدنی خودشون رو به کرسی بشونن و منشور جهانی حقوق بشر اجرا بشه در ایران و امیدواریم که همه گروه ها، همه مردم بپیوندن و همچنان این موضوع رو گرم نگه داریم تا مردمی که در داخل ایران هستن بدونن که پشتیبانی دارن. ما البته میدونیم که این کارهایی که ما میکنیم اینجا در کنار یک ساحل دریا کاریه که خیلی کوچکه، ولی به هر حال ما سعی میکنیم که پیام این جنبش رو و خواسته هاش رو به میان مردم ببریم و تشکر میکنم از دوستانی که این برنامه رو در اینجا برگزار میکنن. موفق باشین و ما هم هر کار که بتونیم انجام میدیم که افکار عمومی دنیا رو با خبر بکنیم، حتی اگر در
کانگریگیشن ها، در کلیساها، در کنیساها، در معابد مذاهب دیگه و هر جایی که مردم هستن این حرف رو ببریم. تشکر میکنم. با عرض سلام و درود دوستان عزیز، با تشکر از عزیزانی که این برنامه رو برگزار کردند و در ادامه صحبت سرکار خانم دقیقیان در مورد تشکیل گروه گفتگوی سبز بین ادیان Green Interfaith Dialogue، من فقط میخواستم وبلاگی رو که در همین زمینه برای حمایت از این گروه و برای انعکاس افکار این گروه و انعکاس افکار شما عزیزان تشکیل شده اعلام بکنم. اسم وبلاگ همون اسم گروه هست، Green Interfaith Dialogue یا گفتگوی سبز بین ادیان. من آدرسش رو عرض می‌کنم خدمتتون، آدرسش هست greeninterfaithdialogue.blogspot.com. Green Interfaith Dialogue یک کلمه هست، blogspot.com. شما میتونید اونجا تشریف ببرید. از همین الان انعکاس نظرات عزیزان رو شروع کردیم، خواهش میکنیم مقالات ما رو بخونید، همونجا میتونید نظر بدید، کامنت بدید، نظرات خودتون رو هم میتونید به ما بفرستید به این ایمیل ادرس dialogue.green@gmail.com dialogue.green@gmail.com. به امید دیدن نوشته های شما.